شغلش رو گفتیم لینوکسه که من این لینوکس هم یه اشتباهی تلفظی داشتم به جای لینوکس یه چیز دیگه گفتم که تو فضای مجازی ترکید و اینا و به جای لینوکس یه چیز دیگه داستان دو بارم دوستان به من چیستا و پارسا به من گفتن بابا لینوکس چیز دیگری نیست نگو مثلا لینکس یا هر چیز دیگری منتها من لینوکس رو اشتباه تلفظ کردم ولی یه داستانی که بود اینجا دوستم یه پرانتزی باز کنم یه صحبت کوتاهی کنیم تا وارد برنامه خیلی صحبت های جدی تری داریم ولی دیدم که اونم به خاطر دوستان به این پیام دادن گفتن آقا تو یه همچین هایی در حد لالیگا میدی <applause> چطور بعد مثلا میتونی جلو دوربین بشینی و اینا و مثلا اوکی هست اینا یعنی خب چون حجم تمسخر خیلی زیاده دیگه شما دیدید که بعد از این سوتی لینوکس ما یه حجم تمسخر سنگینی علیه من شد که آقا این لینوکس رو مثلا چیز کرده یه چیز دیگه گفته و اون تیکرم جدا کردن پخش کردن ا خب جای تمسخر هم داره دیگه آدم وقتی اصلا طبیعیه شما وقتی سوتی کلامی میدی تو تمام بیشتر فرهنگ ها این چیز جا افتاده یه پاندای مرسی بابت هستی تو بیشتر فرهنگ ها وقتی شما سوتی کلامی میدی خب این جای تمسخر داره تمسخر میکنن برنامه سازا. یکی از دلایلی که 90 درصد برنامه سازهای ما ضبط شده کارشون رو اجرا میکنن شما خود من و تو یا همه این رسانه ها پشت پردهشون یا حتی سریال های آقای مهران مدیری پشت پردهشون سوتی خیلی لالیگایی میدن برای همین ضبط شده است و این برای همینه که کمتر کسی جرأت میکنه اونم مونولوگ بشینه جلوی دوربین بیشتر آدمام که حاضر میشن جلو دوربین بشینن بخش قابل توجهی از برنامه هاشون دیالوگه یا اگه بخوام مونولوگ کنن دیر به دیر میکنن ما در تاریخ 100 سال گذشته یه رسانه در ایران کسی رو نداریم که هر شب بتونه مونولوگ کنه دو ساعت اونم حرف مف نزنه یعنی واقعا فقط صرفا اطلاعات بده و حرفاش هم تکراری نباشه یعنی شما دارید برنامه های منو میبینید این یه نکته خیلی مهمیه یکی از دلایلی که همه میرن پشت پرده اما اون اعتماد به نفسی که من دارم اینو برای دوستان دارم میگم بابت اینه که اونایی که مسخره میکنن یک اشراف اطلاعاتی یا در حقیقت یک تسلطی دارم چون رشتم هم روانشناسی بوده که البته تمسخر میکنن کار اشتباهی نمیکنن شما وقتی که لینوکس و چیز دیگه تلفظ میکنی خب جای تمسخر داره تمسخر کنن نوش جونشون تا دلشون میخواد منو مسخره کنن من زد زربم تو اینا البته اونام حق دارن مسخره میکنن نمیخوام بگم کار بدی میکنن سطحشون پایینه یا بالا من ما اینجا تو برنامه رو دست کسایی که مسخره میکنی سازمان فکریشونو من بار یعنی شما دیدید خیلی که سوتیه کلامی میدن من کلامیشونو مسخره نمیکنم سازمانهای سازمان های فکری رو مسخره میکنن دیدم مثلا علیزاده دو سه مرتبه تیک کلام های منو مسخره کرده اوکی ایراد نداره دمت هم گم مسخره میکنی یعنی چون چیزی اینم نیست که بگم نه نباید مسخره کنی هاش من جله دوربینم لینوکس و چیز دیگه تلفظ کردم نوش جونتون مسخره کنید حال کنید ولی من سازمان فکریتون رو مسخره میکنم خیلی فرق داره یعنی لول خیلی متفاوته اینکه تو سوتی کلامی رو حالا مثلا لینوکس رو بگی لینکوس این چیز اتفاقی تو زندگی کسی نمیفته ولی اینکه تحلیل کلیتون این بوده که اسرائیل مثلا ورود زمینی نمیکنه جنگش بالای دو سه نمیشه این حاصلش پنجا هزار کشته مردم غزه است حاصلش کشته شدن سرانتونه یا در اپوزیسیون هم حالا دیدم بعضی ها حالا کینه دارن همچنان مسخره میکنن زندگی های بخش قابل توجه اگه تمسخره که درست تمسخر میکنن ولی اون واسه که دیدم مثلا یکی داره مسخره میکنه تو سوئد و این 17 ساله در سوئد زندگیش یعنی قابل تمسخر علیرضا علی آبادی یعنی چون بعد از 17 سال بری کمک اجتماعی بگیری که بهش میگن سوسیال این زشته این که من لینوکسو یه چیز دیگه بگم این, این واقعا جای تمسخر داره ولی اونی که تو مسخره میکنی اون زندگی تو خیلی یعنی عمیق تره یعنی این که تمسخر کردن یک واژه من اینو چون میدونم نمیگم اونم نبعد این کارو کنه من اینو چون میدونم اعتماد به نفسم بالاست چون تمام این کسایی که مسخره میکنم من میدونم اگه موبایلو رو بگیرن جلوشون یک دقیقه نمیتونن صحبت کنن اعتماد به نفس نگاه کردن تو دوربین موبایل و حفظ دارن ندارن و اگه یک دقیقه صحبت کنن تو همون یک دقیقه ده تا سوتی میدن من برای که برنامه زیاده حجم کارا زیاده ذهنم خسته میشه تو دو ساعت بعضی وقتا بعضی دوستانم یه توقعی بیجا دارن مثلا میگن آقا پیامای ما رو کامل بخون فایلای صوتی ما رو کامل گوش کن یا بعضی از دوستانی که همکاری میکنن آقا این حجم کارا رو هم مثلا این نظر رو دوش من اینا بعدم ناراحت شد بشن غیره خیلی داستان زیاده حجم کاری من زیاده ذهن خسته میشه برای همین من این اعتماد به نفس رو دارم که سوتی میدم میگم خب اوکی با حجم کاری که دارم اینا اوکیه ولی کسایی که مسخره میکنن نمیتونن امید دانا باشن میدونی چی میخوام بگم ولی مثلا من میتونم اونا باشم ولی اونا نمیتونم من باشم چون اگه بود مثل من باشن تو این 14 سالی که یوتیوب و اینا به وجود اومده بالاخره باید یک برنامه سازی میداشتیم که بتونه اجرای زنده در این سطح در این ابعاد داشته باشه دیگه این خیلی نکته مهمیه و مثلا دیدم علیزاده مسخره میکنه فارق از اینکه من سازمان فکری این آدم مسخره میکنم مسخره اینه که مسخره بزرگتر و عمیقتر اینه که آدم 20 سال در انگلیس زندگی کنه همچنان توی خونه سیمتری با سوسیال مثلا زندگیشو به چرخونه پاپک مرسی خیلی از اینایی که من تو زندان دیدم که بارها منو مسخره کردم با حکمای یک سال دو سال کارشون به خودکشی تو زندان میرسید و من بحثم حکم اعدام بود و همه میدیدن هر روز وسط حیات دارم ورزش میکنم اینا به حال اینا خواستم بگم اعتماد به نفس من از اینجا و از این تسلطه میاد که میدونم که هر کاری اشتباهات خودشو داره و در دو ساعت چند تا کلامی سوتی به پیام دادن و در حقیقت سوتی کلامی بد نیست چیزی که منو ناراحت میکنه قضاوت هم در قبل از اتفاق محسا امینی علی برخی از هنرمندان بوده اون من اون قضاوت کلی که اگه اشتباه در بیاد منو اذیت میکنه این سوتی ها که واقعا بچه بازیه به هر حال اینو خواستم بگم و حالا اگه اتفاق خوبی هم که از اینا میفته بخش قابل توجهی از مخاطبانمون ما از این سوتی ها میگیره اولا من پسر قبلا پسر سوتی ایران بودم ریش و موام که حالا داره سفید میشه دارم میشم پدر سوتی ایران و بنابراین اگر کسانی که دارن میخندن تمسخر میکنن نوش جونتون دمتون گم آدم سوتی بیده شما باید بخندید ولی اگر این خنده رو داری انجام میدی که فکر میکنی رو اعصاب من میتونی بیاد روی کنی خدا شاهده بر در 14 سال یعنی نشون میده که چقدر محاسباتتون اشتباه است مثلا پشمم این قضايا تازه اتفاقا دو تا از این کسایی که ما رو امروز مسخره کرده بودن با خانمم لب ساحل بودیم یه غذای خوبم سفارش داده بودیم بعد لب ساحل ها توی اینستاگرام هم یه تیکه استوریشو گذاشتم داشتیم این مسخره کردن رو نگاه میکردیم کلی هم خانمم خندید خودم هم خندیدم یعنی ما خودمون هم به سوتیای خودمون میخندیم نوش جون همه اونایی هم که خندیدن که ما به جای لینوکس یه چیز دیگه گفتیم خندیدن نوش جونشون فقط اینا خواستم دوستان گفتن چطور اعتماد به نفس داری سوتی بعد که سوتی زندگی باشه سازمان فکری که غلط باشه و زندگی که غلط باشه من امید دارم که از زندان پنج بار خودم و سالم بالاخره رسوندم اینجا و با چند دستگاه امنیتی درگیری خودم و دارم و تک تنها در یک جزیره جوری زندگی میکنم که در یک لولی باز زندگی میکنم که تمام آدم های اینجا با اینکه زبان من درست نیست اینا زبانم ضعیفه همه به احترام میذارن جلوم دلار راست میشن تو جزایر قناری و دوستانی که اومدن اینجا بعضن دیدم بنابراین مهم برام نیست که چهار تا سوسیال بگی در اروپا یا افرادی که نتونستن موفق یا آدمایی که نمیتونن دو دقیقه جلوی دوربین صحبت کنن مسخره میکنن بنابراین برای من مهم نیست اما اونام حق دارن که به خودشونو خالی کنن اینو بگذنین خواستم این صحبت رو بکنم بریم تو بخش صحبت های اصلی مون